اشکان صفایی خبرنگار ایران اینترنشنال از اورشلیم. اشکان، میتونی بیشتر از این موضع اسرائیل در قبال احتمال بازگشت آمریکا به برجام بگی برامون لطفا؟ بله، خب در واقع اسرائیل اون چیزی که تا الان مقامات اسرائیلی گفتن این هست که اگر آمریکا بخواد به برجام به همون شکلی که در سال 2015 در واقع تهیه شد به پیونده، اسرائیل با اون مخالفت خواهد کرد. اسرائیل دو سه تا در واقع درخواست داره. یکی اینکه این محدودیت زمانی که در برجام گذاشته شده، همون بند غروبی که گفته میشه، یا به طور کلی برداشته بشه و یا برای مدت بسیار طولانی تمدید بشه و در واقع محدودیت تا علیه برنامه اتمی ایران برای مدت بسیار طولانی باشه. یک مورد دیگه این هست که اسرائیل همچنان خواهان این هست که در واقع غنی سازی در ایران به طور کامل متوقف بشه، هرچند که این جزء درخواستای کوچکتر است. و درخواستای دیگه ای هم که اسرائیل داره، یکیش این هست که در واقع این قرارداد جدید بیاد و به موضوعات دیگه ای مانند موضوع برنامه موشکی ایران و دخالت های منطقه ای جمهوری اسلامی هم بپردازه. در این گزارش هایی شما گفتید در این روزهای اخیر منتشر شده در رسانه‌های اسرائیل از جمله جروسالم پست، در واقع از قول مقامات اسرائیلی گفته شده که ایران فکر میکنه که در حال حاضر در اسرائیل چون یک دولت با ثباتی وجود نداره، شاید اسرائیل هیچ کاری نکنه. از اون طرف همین جروسالم پست از قول رئیس سابق رکن اطلاعات ارتش اسرائیل گفته که اسرائیل باید همچنان به عملیات خودش درون ایران علیه برنامه اتمی ادامه بده. ممنون اشکان. همین حالا که با ما هستید، تصاویر زنده ای رو میبینیم که مربوط به دادگاه فساد مالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. دادگاه فساد مالی بنیامین نتانیاهو دو هفته پس از انتخابات از سر گرفته شده و دادستان ها از شاهدان خود برای حضور در دادگاه دعوت کردند. نتانیاهو خود در حال حاضر 71 سال سن داره، به دریافت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شده. البته خودش رو بیگناه میدونه. اشکان، ممنون میشم در مورد این هم بتونی بیشتر برای ما توضیح بدیم. بله، خب در واقع از امروز اون مرحله ارائه شواهد در دادگاه نتانیاهو آغاز شده. قرار هست هفته ای 3 روز باشه. در این مرحله در واقع فقط دادستانان میان شواهد خودشون علیه نتانیاهو ارائه میدن. نتانیاهو هنوز حق دفاع نداره. نتانیاهو امروز فقط چند دقیقه در دادگاه خواهد بود، بعد از دادگاه میاد بیرون و قرار هست مقامات حزب لیکود به اینجا پشت سر من در واقع اقامتگاه رئیس جمهور بیان برای موضوع تشکیل دولت. و همونطوری که در واقع گفتید، نتانیاهو خودش تمام این اتهامات رو رد کرده. متشکرم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ایران اینترنشنال از اورشلیم.